با نام و یاد خدا و درود به شما بینندگان گرامی برنامه آخر خط. برنامه آخر خط را به گونه زنده مشاهده میکنید. در ابتدای برنامه گزارش آغازین را با هم میبینید. گفتگوهای رو در رو از 21 سرطان میان هر دو نامزد ریاست جمهوری و دو تیم انتخاباتیشان آغاز شده بود. سرانجام پس از پایان یافتن بن‌بست‌های انتخاباتی با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه نخست نشست کمیسیون مشترک تیم‌های انتخاباتی با منظور تدوین موافقت‌نامه تفصیلی درباره ساختار حکومت وحدت ملی برگزار شد. برگزار کننده های نشست میگویند که مبنای توافقنامه در اعلامیه عبد اسد میان هر دو نامزد گنجانیده شده، اما برای تدوین مفردات این توافقنامه باید به جزئیات آن پرداخته شود. توافقاتی که با وجود آمد، اگرچه توافقات بسیار روشن است، اما یک مقدار کلی است. روی خطوط اساسی توافقات صورت گرفته، به خاطری که جزئیاتش روشن شود و یک تصویر واضح مردم افغانستان و خود ستادها و کاندیداها از نحوه و مکانیزم کاری آینده خود داشته باشند، تیم مشترک کاری ایجاد شد، کمیسیون مشترکی که امروز به نام کمیسیون وحدت ملی نامگذاری شد و انشاءالله به فعال نیک گرفته میشه. اعضای رهبری در این نشست روزانه حدود 10 ساعت کار میکنند و باید بعد تمام جزئیات ساختار حکومت وحدت ملی دست یابند. سخنگویان هر دو تیم انتخاباتی میگویند که جدول زمانی در این نشست ساخته میشود که بر اساس آن پایان یافتن فرایند بازرسی آرا و از زمان مطلوب برای اعدای تالیف رئیس جمهور جدید نیز در نظر گرفته شده است. سخنگوی تیم تحول تداوم میگوید که اراده قوی توان با رویه همکاری خوبی میان برگزار کننده های نشست وجود دارد که میتواند به خوبی به یک نتیجه مطلوب دست یابند. اراده برای رسیدن به توافق چنان متین و رویه همکاری به فضل خداوند چنان صمیمی و عمیق است که یکی از دوستان در مجلس امروز پیشنهاد کردند که دیگر ضرورتی نیست که ما یک نام طولانی را به کار ببریم و بگوییم که کمیسیون مشترک نام یک تیمه بگیریم باز دیگر تیمه. بهتر است نام از این کمیسیون کمیسیون وحدت ملی بمانیم، چون هدف نهایی و بنیادی کار از این کمیسیون رسیدن به توافقات روی حکومت وحدت ملی است. سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که برای دست یافتن به توافقات کلی زمان معدودی در نظر گرفته شده است و باید در یک هفته به نتیجه برسد. از این لحاظ بعد از یک هفته جزئیات آن را با رسانه‌ها شریک خواهند کرد. توقع و انتظار ما از دوستان رسانه‌ای است که بگذاریم این یک هفته در یک فضای آرام تیم‌های ما کار کنند، به یک نتیجه روشن برسند. بعد از یک هفته باز ما و جناب زکی در خدمت شما هستیم و نتیجه توافقات و بحث‌ها و جزئیاتی که روشن میشه در همین سالن باز میایم خدمت شما تشریح میکنیم، در خدمتتون هستیم تا یک هفته که تیم ها کار میکنن. شاید دیگر لزومی نداشته باشه که ما هر روز پیرامون مسائل صحبت میکنیم. بر اساس گفته های سخنگویان هر دو تیم، مبنای کار این کمیسیون را قانون اساسی کشور، چارچوب توافقات و اعلامیه مشترک عبد اسد میان هر دو نامزد تشکیل میدهد تا بعد جزئیات و چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته شود. همچنان سازمان ملل متحد هم امروز طرح تازه‌ای را به خاطر تفتیش آرا و کمیسیون انتخابات ارائه کرده. به مبنای این طرح 3000 صندوق از هر کاندید رای‌دهی مشخص می‌شود و به گونه آماری اونها را مورد تفتیش قرار خواهند داد. و البته گفته میشه که امروز هم روند تفتیش با یک ساعت تأخیر آغاز شد و اختلاف نظرهایی بین تیم‌ها به وجود آمد به خاطر موجود بودن آرای مشکوک. موضوعات و بحثی که در گزارش را دیدین با آقای مولانا فرید آگاه امور سیاسی به بحث خواهیم گرفت. جناب آقای فرید، خوش آمدید به شما. امروز کمیسیون وحدت ملی که متشکل از دو تیم انتخاباتی بود کار خودش را آغاز کرد. چطور میبینین آغازی کار را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام خدمت بینندگان محترم، به نظر ما تشکیل کمیسیون به نام وحدت ملی و بحث روی حکومت وحدت ملی در آینده نزدیک یکی
از موضوعات است که باید نسبت به این قضیه امیدوار بود. فکر میکنم نفس از این که دو تیم بعد از تفسیرهای متناقض از اعلامیه که در کنفرانس مطبوعاتیشان در حضور وزیر خارجه امریکا از مواد اعلامیه داشتن، باز هم رو در روی هم می نشینن، روی مواد بحث می کنن و همچنان روی تشکیل حکومت به نام حکومت وحدت ملی صحبت می کنن. یک قدم نیک است و یک قدمی است که مردم افغانستان نسبت به آینده سیاسیشان امیدوار می سازد. و ما نفس این نشسته و نفس ای که پذیرفتن بعضی دوستا و بعضی حلقات که طفره رفتن و تفسیرهای عندی یا نفسی، تفسیرات شخصی از بندای اعلامیه کردن، او را کنار گذاشتن، آمدن سر اصل موضوع در یک کمیسونی که خبره های افغانستان در حضور دارن سرش بحث میکنن، جای عزیز که آدم از اقدام تقدیر بکنه. خب حالا این تفسیرهای مشترک میتونه به اساس تفسیرهای متفاوت میتونه به اساس برداشت های متفاوت باشه، و اگر چنین باشه شما فکر میکنین که در جریان کار کمیسیون وحدت ملی ما چطور شاید احتمالاً این برداشت ها باز هم به مشکل بر بخوره و چی راهکار قانونی وجود داره در توافقات که بشه به اساس اونها لااقل این برداشت ها را و تنش هایی که به وجود میاره تنش های احتمالی را کمتر کرد؟ در این شکی نیست که وقتی که روی یک پروسه کلانی به نام ایجاد یا تشکیل حکومت وحدت ملی بحث میشد، اختلاف نظرها طبیعی، اختلاف نظرها می باشد، شاید تفسیرهای متفاوتی از بندهای اعلامیه و برداشتهای متفاوتی وجود داشته باشد که طبعا انسان ها سلایق مختلف دارند، برداشتهای مختلف دارند. امیدوار هستم وقتی که جمع از خبره ها با در نظر داشت مواد اعلامیه که در مقابلشان قرار دارد روی در روی بحث می کنند، امیدوار هستم که بسیار از واقعیتهای افغانستان به دور نروند، تفسیرهای نکنند که با روح موجود و روح سیاسی و اوضاع سیاسی فعلی مطابقت نداشته باشد. ببینید باز یک نظر، یک نقطه هم که باید هموطنان ما متوجه باشند، بسیاری از تفسیرهایی که ما میگم تفسیرهای متفاوت هستند، تفسیرهایی است که با روح اعلامیه سازگاری ندارد، بیشتر به خاطر مجبوریت بعضی از تیم هاست. چرا؟ بعضی از تیم ها با تمام معنا ایمانن، وجدانن، تشخیص دادن که و قبول کردن و حتی رهبریشون قبول کردن اعلامیه قرائت شده است و اعلامیه هم بسیار واضح هست، ضرورت بر تفسیرهای عجیب غریب ندارد، به خاطر که بتانن تیمشان که با هم سازگاری در میان هم ندارن، مشکلات در بین تیم وجود دارد، با بعضی ها بعضی کرسی ها را قبلا وعده کردین، بنابراین مجبور هستند که یک قسمت تفسیرهای بکنن تا بعضی هم تیمی هایشان راضی نگاه کنن، و بیشتر تفسیرها به منظور از این است که در اصل موضوع کدام اختلاف ابهامی وجود داشته باشه. شما ببینین حکومت وحدت ملی وقتی که ما میگوییم حکومت وحدت ملی، معمولا از جمله حکومت هایی است که در کشورهایی که روبرو با بحران هستند به میان میآیند، در کشورهایی که یا در اثر انتخابات یا در اثر تقلب در انتخابات یا در اثر زورگویی بعضی افراد این وضعیت کشور میره به بحران و دسته های پیدا میشن به منظور از بین بردن بحران میانجیگری میکنن و در نتیجه یک حکومت را به نام حکومت وحدت ملی ایجاد میکنن. بنابراین این حکومت وحدت ملی به منظور از بین بردن بحران است. وقتی که به منظور از بین بردن بحران است، ده حکومت های وحدت ملی برنده بازنده وجود ندارد. تیم هر تیمی که در این میاد معنایش تیمی است که برد است، هر دوی از اینا برنده است. بر اساس توافقاتی که صورت میگیرد، یک نفر یک سمت قبول میکند و نفر دیگر سمت دیگر قبول میکند. یک نقطه هم با یادتان باشد که ببینین بعضی از تیم ها در انتخابات افغانستان
خود برنده تلقی میکنن. بنان وقتی خود از موقف بالا دیدن برنده خود فکر کردن، او وقت است که از پیش خود بعض تفسیرهای میکنن ما برنده استیم، انتخابات مردم در انتخابات به ما رای داده است، ما از آرای مردم آمدیم، ما حق داریم خود حکومت تشکیل بدیم. اما یک گپ متوجه نیستن که اگر انتخابات برنده می داشت و اگر کمیسیون انتخابات می تانست انتخابات شفاف برگزار کند، اگر کمیسیون در تقلب دست نمی داشت برنده را وقت اعلام کرده بود، نتیجه ابتدایی را اعلام کردن و گفتن که فلانی 56 فیصد آرا را گرفت و برنده است. خب آقای فرید، این برنده اعلام کردن شما فکر میکنین در فضای سیاسی فعلی که وجود داره و حالت ابهامی که بین مردم افغانستان فعلا وجود داره، این برنده اعلام کردن چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا بحث غلبه بر ذهنیت عمومی و فضای سیاسی است یا بحث تقسیم قدرت است و سهم بیشتر گرفتن است؟ من اینطور خدمتتون عرض بکنم که مگه به خود اول تکمیل بکنم، گفتم اگر در این انتخابات برنده می بود ضرورت نبود که کمیسیون انتخابات بعد از اینکه نتایج ابتدایی را اعلام کرده بود دوباره حرف خود پس می گرفت، به یک شمارش جدید، به یک تفتیش جدید، با پذیرشی اصل که انتخابات به بیراه رفته، در انتخابات تقلب صورت گرفته، این انتخابات موفقیت خود نداشته و خود کمیسیون برگشت پذیرفت که باید تفتیش مجدد شود. بنابراین هیچ برنده در انتخابات موجود نیست فعلا، هیچ برنده وجود ندارد. برادران باید متوجه باشند که هیچ برنده وجود ندارد. هر کاندید در نقطه اولی این فکر کنی که هیچ نوع آرا شمارش نشده قرار دارد. اگر کس برنده می بود نباید کمیسیون انتخابات حرف خود پس می گرفت. بنابراین پذیرفت کمیسیون انتخابات که تقلب شده است، تیمی که ادعا میکرد در انتخابات تقلب شده است، دنیا پذیرفتن که ادعای تیم درست است، ادعای تیم صحیح است، این تیم به جا میگه به خاطر که دنیا آمدن از موقف تیم حمایت کردن و دنیا دوباره به منظور از اینکه حق به اقدار برسد، شفافیت در انتخابات بیاید و پروسه سیاسی هم مبنی بر شفافیت در انتخابات ایجاد شود، به می شکل بود که دوباره آمدن تفتیش و بازشماری رو شروع کردن. بنابراین هر تیمی که فکر کند که گویا ما را فلان کمیسیون انتخابات در فلان وقت گفت که شما 56 فیصد آرا را داره، به نظر ما این تعبیر است که به خطا رفتین. بنابراین هیچ برنده وجود ندارد، فقط ایجاد حکومت وحدت ملی یک حکومت توافقی است و منظور از بین رفتن بحران است و یک کاندید یک چیز میپذیره، یک کاندید یک چیز میپذیره. بنابراین کاندیدی که بیشتر یا اصل اعلامیه را پذیرفته است و اعلامیه را تایید کرده، به منظور این نیست که کاندید بازنده است، که کاندید دیگه خود برنده احساس بکند. کاندیدی که اعلامیه را به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا پذیرفته است، به این معناست که وقتی که ما بخواهیم جلوگیری بکنیم از بحرانی که افغانستان با سوی بحران نرود، همچی یک تشکیل حکومت را در اینمی شرایط با مصلحت افغانستان میدانیم. آقای فرید، یک موضوع فعلا در جریان هست، تفتیش و البته بحث تکنیکی ماجرا هست، ولی موضوع دیگر بحث سیاسی است. بحث سیاسی و تکنیکی، خب حالا به نظر شما اگر موضوع تکنیکی و تفتیش آرا مشخص می شد و بعد از او تصمیم گرفته می شد سر موضوعات سیاسی بهتر بود، یا ای که مذاکرات سیاسی یا آن چیزی که تصمیم گیری های سیاسی است و توافق نهایی زودتر شود بحث تکنیکی زودتر خواهد شد، ای پس و پیش بودن اینا را شما چی می بینید؟ ببینید به نظر من بحث روی اعلامیه که با منظور ایجاد حکومت وحدت ملی بین دو تیم رقیب با تشکیل کمیسیونی که صورت گرفته است، این نمیتواند در تضاد با بحث تکنیکی باشد. ببینید اگر ما هر نوع حکومت را در آینده ایجاد میکنیم، اعتقاد ما است هر نوع حکومت را که ما میخواهیم در آینده در افغانستان تشکیل کنیم باید مبتنی بر شفافیت در انتخابات باشد. صحبت ما همی است، وقتی که هنوز نتیجه آرای ببینیم. مردم مشخص نباشه، تشکیل حکومت فکر میکنین که چه معنایی میتونه داشته باشه؟ فعلا بحث روی مواد اعلامیه است. تا هنوز ما تا تشکیل حکومت فاصله زیادی داریم.
بس روی مواد اعلامی است و چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی با در نظر داشته اعلامیه و در چوکات قانون اساسی خب دقیقا ساختار حکومت وحدت ملی در این روزا بحث روی عزیزت وقتی که بحث روی عزیزت و اصلا استخوانبندی و چوکات و یا تشکیلات حکومت وحدت ملی بیشتر بعد از ختم پروسه تفتیش و ابطال آرا عملی میشد بنان هیچ کدام از این در تضاد با دیگری نیست خب حالا یک موضوع دیگر هم میخواییم اشاره بکنیم که برمیگرده به بعد تکنیکی ماجرا امروز یک ساعت تأخیر وجود داشت در مورد آرای مشکوکی که در صندوق ها وجود داشت و بالاخره باز هم با چالش و مشکل مواجه شدیم پا با پای هم دیگه اینا اگر پیش برن شما فکر میکنید در صورتی که توافقات سیاسی خوب باشه و با خوشبینی هایی که آغاز شده فکر میکنید در رابطه با تفتیش آرا و ابطال آرام میتونه روزنی باشه و خوشبین باشه؟ ببینید در این شکل نیست که مشکلات در پروسه تفتیش آرا وجود دارد و به نظر ما سازمان ملل متحد و یا ناظرین بین المللی با ای که از کارشان از زحمت کشیان تقدیر میکنیم تا هنوز یک میکانیزم را ارائه نکردین که ناظرین با در نظر داشتی میکانیزم مذکور هیچ دوا درگیری بین هم نسبت به ابطال آرا یا به تایید آرا نداشته باشند متاسفانه تا هنوز هم که میبینیم هر طرف دعوا خود به حق میدانه خب لااقل تا امروز بیشتر در خود همین جریان تفتیش تنش هایی با وجود آمده بلی. حتی زد و خورده بلی. با وجود آمده ما امیره میگیم که و ای به نظر ما باید سازمان ملل متحد دستندرکاران بازشماری و تفتیش آرا باید میکانیزم را ایجاد بکنن با مجردی که یک ناظر صندوق میبیند بر اساس و میکانیزم باید قناعت برش حاصل شود که آیا قابل بحث از این صندوق یا نیست خب و توافقنامه 16 ماده ای هست بله گفت ببینین بناهن تا زمانی که ما به زورگویی برویم تا زمانی که ما به یک میکانیزم خود را متعهد ندانیم و تا زمانی که هر ناظر از هر تیمی که است بگوید ما به حق هستم فکر کنیم که فرموده شما گپ ما به جای نمیرسه یعنی حالا شما فکر میکنید که بحث ابطال باطل شدن آرای ناظری که قرار است که نظارت بکنه از این قضیه ارجحیت داره به احترام به او توافقنامه 16 ماده ای ما اینطور براتون میگم که ما طرفدار هستیم که اینجا ارجحیت مطرح نیست اینجا مطرحی است که باید چیزی را که ما پذیرفتیم به اساسی از او کار تفتیش و بازشماری را به پیش ببریم و هر وقت شامل... هر وقت به او عمل نشه فکر میکنین باز هم با چالش مواجه خواهیم هر زمانی که ما باید او را تطبیق بکنیم ما او پروسه را به چالش نکشیم ما باید در روشنی از او هم به ابطال آرا بریم هم به تفتیش آرا هم به بازشماری آرا اینجا ما لازم میدانم که ناظرین بین المللی و دستن در کاران تفتیش آرا باید با تمام قوت مدیریت داشته باشند تا اجازه ندن بر افراد سودگو، سودجو و زورگو که بالای صندوقا جنجال بکنن تا قبل از اینکه ناظرین بین المللی حکمت خود داشته باشند این ضعف مدیریت است که تا امروز در کمیسیون انتخابات وجود دارد به نظر ما نباید افرادی که رئیس ناظر هستن قضاوتگرم باشند بگذارن قضاوت به ناظرینی که آمدین بر اساس معیارهای پذیرفته شده در سطح ناظرین افغانستان و ناظرین بین المللی باید به ابطال شمارش ها را پردازن تا زمانی که همچک میکانیزم نپذیرن شاید ما ماها طول بکشد به جای بازشماری و تفتیش ما نرسد آقای فرید یک موضوع دیگه هم هست سازمان ملل متحد امروز یک طرح به خاطر تفتیش آرا پیشکش کرده به خاطر اینکه صندوق های رای دهی حداقل به گونه آماری تفتیش شود 3000 صندوق از تیم اصلاحات و همگرایی انتخاب میشه و 3000 صندوق از تیم تحول و تداوم تیم اصلاحات و همگرایی موافق است در رابطه با این قضیه
و تیم تحول و تداوم هم زمان خواسته، 48 ساعت مهلت خواستن تا به این موضوع توافق بکنن. شما در این رابطه چی فکر میکنین؟ تفتیش تمام آرا باید انجام شود یا این طریق سازمان ملل متحد داده میتونه لااقل مش نمونه خروار را فراهم بکنه؟ این طریق سازمان ملل داده ما به خاطر چی این طرح تایید میکنیم؟ ببینین سازمان ملل ما هدفم اینا مردم افغانستان که طرح تایید میکنه، هدف از این است که تیمی که متهم به تقلب نیست، تیمی که حاضر است به خاطر شفافیت تمامی طرح های سازمان ملل بپذیرد و تیمی که هر روز تاکید میکند باید به خاطر به میان آمدن شفافیت هنوزم معیار شفافیت بالا برود. معنیش است که این تیم از کارکرد خودش در کمیسیون انتخابات یا از طرفدارایش که به رای دادن یا از ناظرینش در ولایات یا از داشتن رای تقلبی تشویش ندارد. تیمی که حاضر میشه ظرف یک ساعت میپذیره، ما حاضر هستیم که 3000 صندوق جدولش بتون بر کمیسیون انتخابات تفتیش بکنه. این تیم معنیش چی است؟ این تیم مطمئن است که ما رای باطل رای تقلبی ندارم. وقتی که تیمی که میخواهد در این موردم مهلت بخواهد، حتی تصمیم دارن که میگن به چالش بکشن، 48 ساعت هم یک فکر است برای چالش کشیدن این قضیه، فکر بکنی که در کفش و تیم ریک باشه و او مشکلاتی در آرای خود داشته باشه. خب حالا اگر باز هم چنین چیزی با وجود بیاید، یعنی توافق صورت بگیره و بعد از اینکه این صندوق ها تفتیش شدن، دوباره به نظر شما باید اون نتیجه پذیرفته بشه یا اینکه دوباره میتونن برگردن به بحث قبلی که تفتیش 100 درصدی است؟ من اینطور هستم که تا هنوز تفتیش جریان داره و سر هر موردی که شک است باید تفتیش صورت بگیره. اما این میکانیزم سازمان ملل هم ببینین، سازمان ملل شما میفهمین که در 3000 صندوق تقریبا 1,800,000 رای باطل میشه. اگر رای تقلبی باشه، از هر طرفی که باشه، از هر جنایی که باشه، متوجه شدی؟ ما اینو براتون بگم که یعنی البته اون صندوق ها به همهش باید 600 رای داشته باشه. خب این نظر به یا 600 تنها 600 نیست، تنها این نیست ده 600 باشه، عوارض دیگه هم که داخل صندوق هست هم در نظر گرفته میشه. زمانی که صندوق باز میشد به طور نمونه همی 3000، هر عوارضی که در چکلست هست شامل حالی صندوق میشه، این صندوق مطابق و نمو چکلست باید سرش حکم شود، حکم ابطال میشه یا احکام دیگر بالای صورت میگیره. آقای فرید یک موضوع دیگه هم میمونه، ای که اگر 3000 صندوق به تفتیش بره و به گونه آماری را حساب بکنن، یک موضوع احتمال داره بماند و او هم رأی واقعی مردم افغانستان است که در این انتخابات شرکت کردند و مردم افغانستان باید با اونها گفته شود که چقدر در این انتخابات شرکت کردند و چقدر آرا باطل شده. بحث باطل شدن آرا از بین حدود 8,100,000 رأی و رأی که تقلب شده باید به مردم گفته شود. در صورتی که چنین اتفاقی بیفته و هر دو تیم رو بپذیرن، فکر میکنین بحث سرپوش گذاشتن بر تقلبی که صورت گرفته و مبهم ماندن حضور مردم و رأیی که دادن در این انتخابات چی میشه؟ ببینین زمانی که 3000 صندوق تفتیش میشه، به منظور این تفتیش میشه اگر بتونن که برنده یا بازنده معلوم شه. نه خیر، اگر بتونن بعد از تفتیش صندوق ها به یک حقیقت دست پیدا کنن که گویا در کدام صندوق یا در کدام تیم یا مربوط به کدام حوزه انتخاباتی آرای است که آرای مردم افغانستان نیست، آرای است که جعل شده، تقلب شده، خود از این به مردم افغانستان اطمینان میتن که توانست کمیسیون انتخابات گفته نمیتونم، توانست ناظرین بین المللی، توانستن همکاران ناظرین بین المللی آرای باطل مردم افغانستان از آرای پاکستان تفکیک کنند، خود از این بیانگر یک شفافیت و بیرون دادن یک واقعیت از داخل صندوق است و یک چیزی است که مردم افغانستان تسکین میده. با در نظر داشت صندوق های دیگه قبلا شمارش شده و درجه چکلست گردیده که انقریب ابطال آرای اونام اعلام خواهد گردید. بنان خود از اینمی تفتیش 3000 صندوق بیانگر عزیز که چطور میتونه ما از شفافیت و عدم شفافیت
انتخابات یا آرایی که به صندوق ها ریخته شده مردم افغانستان اطمینان بده. در مورد این چی فکر میکنین وقتی که چنین اتفاقی بیفته؟ حالا البته توافق نهایی صورت نگرفته. چنین اتفاقی بیفته از طرفی هم لحن گفتگوها و مذاکراتی که کمیسیون وحدت ملی او را خوب بیان میکنه و تغییرات شما میگن آمده در او، حالت تسامح یا چشم پوشی از متقلبین نمیتونه باشه؟ به خاطری که تقلب شده و مردم افغانستان و انتخابات افغانستان به چالش کشیده شدن، متقلبین اینجا شاید راه گریز پیدا بکنن و در واقع بیم این میره که در حکومت وحدت ملی هم سهمهای بسیار بالایی را بگیرن. ما ایتر خدمتون عرض کردم که به نظر منه ببینین، ما پیشتر براتون گفتم وقتی که 3000 صندوق تفتیش میشه به منظور افشا کردن چهره های متقلبین است، به منظور شفافیت پروسه انتخابات است، به منظور از این که تیمی که ادعای تقلب کرده است آیا چقدر ادعا واقعیت داشته. بنابراین ما تفتیش این صندوق ها را ضرورت جدی میبینم. در نتیجه ازی مردم افغانستان هم متقاعد میشن که آرای تقلبی از آرای پاک بیرون شده است. بنابراین این نوع اطمینان برای مردم افغانستان ایجاد میکنه. سپاس از شما. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه همچنان بیننده برنامه آخر خط باشید. باز هم خوش آمدید. همچنان بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده از تلویزیون نور هستید. جناب آقای فرد، البته قابل یادآوری می‌دونم که آقای عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان هم قرار بود در بحث با ما باشند که متاسفانه تشریف نیاوردند. جناب آقای فرید، متاسفانه وقت بسیار کم هست و می‌خوایم از شما بشنویم که در همین بحث تفتیش 3000 صندوقی فکر می‌کنید که چی بشه و چی خواهد شد اگر چنین اتفاقی بیفته؟ ببینین، نتیجه را میگذاریم با زمانی که 3000 صندوق از طرف تیم تحولم برای شمارش و تفتیشش موافقت صورت بگیره و اونام 3000 صندوق انتخاب بکنن و پیشنهاد سازمان 3000 صندوق از تیم شما انتخاب میشه، از آرای شما؟ نه خیر، و شما هم 3000 صندوق از آرای اونا انتخاب میکنم که در هیچ حوزه افغانستان آرای احمد محمود مشخص نیست. 6000 صندوق از مجموع صندوق های آرای مردم افغانستان دو تیم انتخاب میکنن. یک تیم 3000 صندوق در ولایتی که انتخاب کرد که گمان دارد که در اون ولایت دارای مردم افغانستان دستبر شده است، و تیم دیگر هم 3000 صندوق با زعم خودش که شاید در فلان مناطق آرای دیگه کاندیدا مشکل داشته باشه یا انتخاب میکنن. از درون هر صندوقی که هر چیز برآمد در اونجا مشخص نیست که صندوق مربوط به یک صندوق مربوط به است، تنها انتخاب مربوط به دو کاندید است که کدام کاندید 3000 صندوق از کجا انتخاب میکنه و کدام کاندید 3000 صندوق از کجا انتخاب میکند، و این به اختیار کاندیداست که از کجا انتخاب میکنن. و هرچی که از داخل صندوق ها برآمد باز قضاوت میگذاریم به زمان. و بسیار کوتاه یک سوال دیگه هم از خدمتتون میپرسم که کمیسیون شکایات انتخاباتی هم گفته که لایحه ابطال آرا به دستشان رسیده و اگر اعتراضی وجود داشته باشه تیم های انتخاباتی میتونن برن در رابطه با آرای باطل شده اعتراض بکنن. شما فکر میکنین در ابتدا با توجه به وضعیتی که در انتخابات افغانستان به وجود آمده کمیسیون شکایات انتخاباتی مشروعیت خودش را داره چنین کاری را انجام بده؟ و دومی که فکر میکنه نتیجه او شکایات به کجا خواهد رسید؟ از نظر مردم افغانستان و تیم انتخاباتی اصلاحات همگرایی، جریاناتی که در کمیسیون انتخابات به وقوع پیوست دیگه کمیسیونی به نام کمیسیون انتخابات در افغانستان مشروعیت خود کلن از دست داده است. ببینین، اگر کمیسیون مستقل انتخابات یک کمیسیون مشروع می بود، کمیسیون می بود که وظایف خود مطابق به قانون اساسی و تحلیفی که داشتن در پیشگاه ملت انجام می دادن، افغانستان با بحران انتخاباتی در ظرف 6 ماه مواجه نمی شد. و این کمیسیون انتخابات کمیسیونی بود که یک نفرم در ترکیب خود نمی پذیرف خارجی ده، به منظور از اینکه ما کمیسیون افغانی می داشته باشیم. فعلا به خاطر عدم باورمندی مردم افغانستان به نهادی که مدیریت درست کرده نتانست و مدیریت جانبدارانه کرد و انتخابات به بحران برد، مردم افغانستان سرگردان ساخت، به مو منظور بود که تا
تیمای از بیرون آمدن، خارجی آمدن، حالا خارجی آمدن مسائل و تفتیش بین المللی صورت گرفت و نرم های بین المللی و البته بعضی از موارد و شکایات جدی هم وجود داشت در رابطه با نوارهای صوتی که تیم اصلاحات و همگرایی پخش کرده بود و اتهام آخری که به معاون دوم رئیس جمهور آقای خلیلی زده میشد. در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی توانایی رسیدگی به چنین شکایاتی را نداشته باشه، چنین ادعای چی معنایی میتونه داشته باشه؟ ما به نظر ما که همه چیز تحت نظر ناظرین و متخصصین امور انتخاباتی بین المللی صورت میگیرد. کمیسیون انتخابات یک نقش بیشتر لوجستیکی و یک نقش تسهیل کننده را دارد. وقتی که لایحه ابطال آرا از طرف تیم‌های بین المللی که منظور شفافیت در انتخابات به افغانستان اعزام شدن تسلیم کمیسیون انتخابات میشه و فیصلان بر اساس اونمو لایحه میشه که از طرف بیرونی ها تنظیم شده است، چون که اعلان فقط صرف اعلان ابطال یا غیر ابطال به کمیسیون انتخابات داده شده است، فکر نمی‌کنم بیشتر از کمیسیون انتخابات بتواند در مسائل مداخله بیشتر از اون. تشکر از شما جناب مولانا فرید، آقای امور سیاسی که در بحث با من بودید. بینندگان گرامی، از شما هم سپاسگزار هستم که تا این لحظه تلویزیون نور و برنامه آخر خط را مشاهده کردین. برنامه ما در همینجا با پایان میرسه. باقی وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.